صحبتاتون اشاره داشتید به اینکه پس ما یه ضعف بزرگ داریم، یعنی نوسانات بازار میتونه مال مدیریت ضعیف بازار بشه. 100% همینطوره، 100% همینطوره. خب مدیریت ضعیف ما توی برنامه مثلا این مهمونه خواهش کنیم منبر اگه نقدی بعدی صورت میگیره یه راهکاری هم داره. راهکار شما برای مدیریت بازار چیه؟ راهکار من برای اینکه این بازار بتونه شکل بگیره اینه که ما سعی کنیم محصولی رو که داریم میفروشیم درجه یک بفروشیم. سعی نکنیم هر نوع باری اومده شو بگیم که این به پول نزدیک بشه. آقا وقتی که کیفیت نداره خب از بین بره، فروخته نشه، نره توی بازار، یا بیان تبدیلش بکنن، یه برنامه یا تبدیل کنن که آقا بار ضعیف جاش کجاست، جاش کجاست. این نباشه بیاد بره اسلایس بشه، نمیدونم از بین بره تو بازار، نیاد این بار مجدد بره توی بازار که این فرهنگ جا بیفته که هرچی باشه رو ما میفروشیم. بیاد بار خوب بفروشیم که به قیمت بفروشیم، که قیمت هامون اینقدر بالا و پایین نشه. یعنی تولید کننده بیاد به یک استانداردهای مشخص برسونه خودشو. درست. بدونیم قارچه درجه یک چیه، یه تعریفی داشته باشیم، بدونیم قارچه درجه دو چیه. درست. دوه یه کارخونه اسمش یک نباشه، در صورتی که در کناری بار دیگه یه کارخونه دیگه دوه. قارچ درجه یک من فروختم، وحشت کردم که ساعت 9 صبح وقتی فرستادم مکتبو بومیه زنگ نزنه پس بفرسته، مثل اینکه درجه سه بود، مثل اینکه تعریفی نداشت. بابا قارچ درجه یک مشخصاتش اینه. پس ما میتونیم یکی از عوامل اصلی مدیریت بازار رو یه تعریف سافت‌ور و استاندارد سازی، بله، تولید کننده های محترم به یک استاندارد مشخص برسن. این هم میرسه به اونجا که خود تولید کننده و از سر این میز بشینن، بله، یه پورتفولی آماده بکنن، یه قانونی و یه برنامه تدوین کنن که به این استاندارد سازی برسن که مدیریت بعد اونجا شروع بشه که به بازار برسه. بعد دیگه فروشش هم راحت تره، فروشش هم راحت تره. شما میدونید که آقا دارید یک باری رو میخرید ندید، احتیاجی نیست که شما بیاید عکسشو بفرستن، فیلمشو بفرستن. یه وقتی بهتون میگه قارچ درجه یک دارم براتون میفرستم، آقای نادری فردا 5 تن قارچ درجه یک برای شما میفرستم، شما مطمئن این 5 تن حالا یا صادرات میکنه یا میفروشی یا هر اتفاقی بخواد بیفته، ولی با اطمینان خاطر. من به نکته خوبی هم اشاره کردی، اما مثلا این ضعف تو بسته‌بندی هم داری، خیلی واحد خوب داریم، مثلا یه 4 مثلا بر فرض مثال 200 گرم 400 گرم 1000 گرم عالی میزنن، واحدهای دیگه هم هستن که میان همین محصول رو تولید میکنن، اما این کجا با آن کجا؟ به خاطر همون ضعف و نبود تعریف و استاندارد سازیه اونم تولید هر نوع محصولی رو میزنه توی بسته بندی. درسته. بعد سر جایی هم سر صحبت بشه اون شخصی که میاد اما خرید میکنه نمیگه مثلا آقا من رفتم 1000 گرم مثلا از نادری خریدم 5000 تومان به دلیل اینکه درجه یک بوده یا نه درجه دو بوده. دو بوده نمیم، میگه من 1000 گرم این قیمت خریدم، حالا نمیم بابا این 1000 گرم 1000 گرم این کجا اون کجا، برای اینکه اومده دو رو بسته بندی کرده، نباید کرد. آقا مجید میدونید یه جوری هم باید... قبول داری اجحاف در حق مصرف کننده است؟ اصلا کاملا همینه، کاملا همینه. آخه یه روزی مصرف کننده نمیدونستش قارچ چیه، قارچو شاهدن آقایون که میبردن توی رستوران ها مجانی میدادن، میگفتن که آقا این قارچ نوع مصرفش اینه، سمی نیستش. یه روزی قارچ اضافه میومد میریختن دور. آیا الان این اتفاق ها میفته؟ البته من خودم باید به یه نکته اشاره کنم، اونم اینه که
این کاری که برخی از این واحدهای تولیدی انجام میدن در نهایت به ضرر خودشون تمام میشه، یعنی منافع کوتاه مدت رو به منافع بلند مدتشون ترجیح میدن. چرا که چند وقت این برند با اون کیفیت وارد توی بازار عرضه بشه بعدها به مشکل خواهد خورد. چرا؟ چون برند اون چیزش از دست داده، بهشش از دست داده، کسی بخواد اعتماد سازی بشه و برگرده به بازار بتونه اون محصول ارائه کنه شاید سالها از این بگذره. وقتی زحمت کشیده شده شما به این مرحله رسوندی که مشتری بخواد بیادش نوع برند و اسم ببره بگه من اینو میخوام، واقعا حیف نیستش؟ یعنی اگر نمیدونم 3 ماه 4 ماه این کارخونه تعطیل باشه به علت تعمیرات، دارد. بهتر از اینه که محصول بی کیفیت رو بده، ای آقا فلان قارچ این بود چرا الان شده این و نخره. حالا بی انصاف همه چی رو بیاییم بذاریم مثلا سر ساختار و تعریف استاندارد، قبول داری یه خوردم ضعف تو سیستم توزیع داریم؟ یعنی حتی خود منه که من پیش شما نشستم یه ضعف ساختاری دارم، شاید ساختاری پخش و یه توزیع رو ندارم، اومدم بار چند تا وارد رو برداشتم، حالا اومدم تو بار، قبول داری این ضعف؟ ببینید این ضعف سیستم توزیع برمیگرده به این که اعتماد وجود نداره، اعتماد فروش وجود نداره، اعتماد خاطر از فردا وجود نداره که ویزیتور بدون من اومدم با آقای نادری دارم کار میکنم، این محصول رو با این برند میبرم و توی یک فروشگاه و فروشگاه‌هایی که باهاشون در رابطه هستم بهشون دارم میفروشم و فردا با همون کیفیت دوباره اینو به دست بیارم. دوباره برمیگرده به همون مورد اولی که شما دارید میگی، نمیتونه متمرکز بکنه خودش رو به شما، نمیتونیم بندازیم گردن ویزیتور. ویزیتور اگر مطمئن بشه که همیشه با همین کیفیت داره از شما خرید میکنه، خب خودشو میسپره دست شما، خودشو میسپره دست شما، به شما اعتماد میکنه، به محصول شما اعتماد میکنه. حالا یه سوال اینجا برای من به وجود میاد، اون اینه که تو قدیم کیفیت ها به نظرت یک نواختر نبود؟ یعنی لحاظ کیفیت واحد نزدیکتر بود، خودشون داشتن تولید میکردن، صفر تا صدش مال خودشون بود، اون نظارت که داشتن میکردن کودشو میگرفت، کلششو میگرفت. الان ما کمپوستو داره میخره آماده، یه وقتی من بارها شنیدم خریدم مثلا از فلان کارخونه اصلا خراب شده، اصلا بازدهی نداشته به خاطر اینکه مثلا واحد پرورش بود. بله اصلا پوشت. شما خودتون هم یادتون میادش زمانی که خودشون کمپوستشون رو تولید میکردن کیفیت خیلی بالاتر بود، یا اگرم کیفیت بالاتر نبود نزدیکتر به هم بودن، مثل الان نمود نمیکرد. ببینید شاید تولیدش کمتر بود، شاید تولیدش کمتر بود، ولی نظارت کامل داشت روی محصولش، محصولش هم کیفیت بهتری، کیفیت بسیار بهتری، مانندگی بهتری داشت. تو این سالا سالی بوده که مثلا یا مدت زمانی بوده نسبت به ما بقیه زمان مثلا بگی پخش از حال بهتری برخوردار بوده یا نوسان قیمت کمتر بوده؟ پخش همیشه یه جوری، پخش همیشه یه جوری درگیری های خودش بده است. حالا من فکر میکنم یه ذره چون فاصله گرفت یه چیزایی قدیما... فراموش کرد. نه خب ببینید قدیما اگر مثلا سودا کمتر بود هزینه ها هم پایین تر بود، بهتر میتونستیم جواب زندگی بگیم در اوائل، ولی در اواخر نگاه میکردیم میدیدی که بازدهی که داره، کاری که داره از روی تعداد ویزیتورها اینقدر زیاد شده بود، اون امنیت شغلی از بین رفته بود، اون امنیت شغلی از بین رفته بود، همش با وحشت بودیم که الان میاد از دست میره، الان یکی دیگه میاد جای منو میگیره و اون مغازه از دست من میره.
حالا کیوان منصف خودش الان بیشتر یه ویزیتور میدونه یا یه پر؟ یه ویزیتور. ویزیتور. چون من تو آخرین لحظه بازم ویزیتوری میکردم، هم پخش رو انجام میدم هم ویزیتوری میکردم. من تا آخر آخری خودم های سختره پخش. پخش چرا؟ ما بین دو گروه خاص قرار بین دو گروه بیده. خاص قرار بوده من طرف هم که یه مشکلی رو آدم ویزیتوری در انتها دیگه مغازه‌داری که 18 سال داره باهات کار میکنه دوستته، کسی که 18 سال 19 سال 20 سال باهات کار کرده شده دوست صمیمیت. بهترین سالای عمرتو با چه برندی کار کرد؟ خب همشون خوب بودن. من نمیتونم بگم من نمیتونم بگم برند آه. ولی میتونم بگم با آقای خسروی بهترین سالهای پخشم و با آقای خسروی. خب بهترین برندی که فروختی چه میتونی؟ بهترین برندی که توی این چند سال فروختم؟ آره نگم بهتره، همشون خوب بودن، همه زحمت کشیده بودن همه زحمت کشیدن، ولی کنار آقای خسروی پور بسیار سالهای خوبی بودش. آقای خسروی پور چشماندازش نسبت به بچه ها خیلی بیشتر بود، تواضعش بیشتر بود، مناعت طبعش بیشتر بود و یه چیزایی رو گذشت میکرد که خیلی ها این کار انجام نمیدادن، ولی همه عزیز بودن، همه لطف داشتن. جا دارن آقا محسون هم تغییر بشه، انشالله یه روزی بشه تو صنف یه همایش، یه جشنواره، یه چیزی برگزار میشه، اگه که این بچه پخش تقدیر بشه. من این آقا مسعود حقشه، یکی کساییه که واقعا حق داره تو این صف حداقل یه لوح تقدیر از آقا من بگیره، چون واقعا خیلی زحمت کشیده. بله بابا واسه این صنعت خیلی زحمت کشیده. همین الانش هم من کمابیش میبینم آقا خسروی پور اگر این بازار صادراتش نباشه. من معذرت میخوام، من قصد طرفداری و چیزی نه، یا مثلا برندسازی یا مثلا طرفداری از یک شخصیت دارم. اما وقتی من رزومه ای آقای خسروی پور رو میبینم خیلی موفقه. آقا کیوا ما الان چند تا بچه های میشناسیم، ویزیتور های خوب که زیر دست ایشون مثلا کاری کرده، یه چند تا پخشی میشناسیم که بغل ایشون نمیدرسه. این بی‌انصافیه که اگه ما ایشون رو نبینیم به عنوان یه کسی که بالاخره تو عرصه تولید توزیع خیلی زحمت کشیده، جا داره خدمتشون هم از همه بیشتره، خیلی خدمت دارن. خدمت آقای خسروی بله خدمت آقای خسروی خیلی بیشتره.